با حضور ده ها هزار نفر از جمله چهره‌های سیاسی و مذهبی، تشییع جنازه قاسم سلیمانی در چند شهر عراق برگزار شد. مراسم تشییع در ایران فردا از مشهد شروع می شود. با تهدید ایران به گرفتن انتقام خون سلیمانی، تنش در منطقه به حدی کم سابقه رسیده. از میهمانان برنامه میپرسیم در نبود فرمانده قدرتمند نیروی قدس چه کسی پیروز میدان میشود، تهران یا واشنگتن؟ همچنین در برنامه امشب به عنوان مجری اصلی سیاست‌های ایران در خاورمیانه، قاسم سلیمانی چقدر در مأموریتش موفق بود؟ سرباز وطن یا مدافع حرم، دعوای مجازی کاربران شبکه‌های اجتماعی بر سر جایگاه قاسم سلیمانی. و بگو مگوی جناح‌های سیاسی در آمریکا بر سر کشتن قاسم سلیمانی. جمهوری خواهان دفاع می‌کنند، دموکرات‌ها می‌گویند ترامپ کشور را به پرتگاه جنگی دیگر کشیده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ایران از انتقام میگوید، آمریکا از آمادگی برای پاسخ. در روزهایی که شبح جنگی منطقه‌ای بر سر جغرافیایی از ایران تا کرانه شرقی مدیترانه سنگینی میکند، هزاران نفر در بغداد و کربلا در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی مهندس از فرماندهان هشت شعبی شرکت کردند. دو چهره نظامی ایرانی و عراقی که همراه با هشت نفر دیگر در حمله آمریکا کشته شدند. نمایش قدرت خیابانی در برابر آمریکا. قرار است فردا و پس فردا مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در ایران ادامه پیدا کند. اوضاع در عراق در حال پیچیده تر شدن است، هم از نظر سیاسی و هم از نگاه امنیتی. ساعتی پیش دو موشک کاشتیشا به اهدافی آمریکایی در بغداد و حوالی آن شلیک شد. آیا سیاست فشار حد اکثری آمریکا علیه ایران به درگیری مستقیم و هدایت شده کشیده؟ ضربه غافلگیر کننده به حلقه رهبری سپاه پاسداران چقدر به نیروی قدس لطمه زده؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از باران عباسی. تشییع جنازه قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس در کربلا، حرم امام حسین، امام سوم شیعیان. یک روز بعد از مرگ فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به همراه معاون گروه هشت شبی و هشت نفر دیگر، وقتی خودروهایشان در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفت. پیشتر مراسمی مشابه در کاظمین برگزار شد. بین عزاداران شخصیت‌های سیاسی و مذهبی عراقی از جمله عادل عبدالمهدی نخست وزیر. بغداد که از متحدان آمریکاست این حمله را نقض تمامیت ارضی خوانده. قرار است مجلس عراق فردا برای بررسی این حمله جلسه اضطراری تشکیل دهد. در کشوری بحران زده که مدت‌ها صحنه درگیری بین ایران و آمریکا بوده، حمله دیروز نگرانی از درگیر شدن هرچه بیشتر عراق در این دشمنی را بیشتر کرده. به نظر می‌رسد همین نگرانی هاست که وزیر خارجه قطر را امروز به تهران برده برای دیدار با محمد جواد ظریف. ایران گفته هر زمان و هر جایی که بخواهد انتقام مرگ سلیمانی را خواهد گرفت. در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت. دیروز مقام‌های ایرانی از رهبر تا رئیس جمهوری به دیدن خانواده فرمانده پیشین سپاه قدس رفتند. اینجا سخن از پاسخی قاطع است، شاید اقدامی نظامی. اقدامی که به گفته حسن روحانی نه امروز بلکه در طول سال‌های آینده رخ خواهد داد. واشنگتن اما از حالا دست به کار شده. 3000 نیروی جدید آمریکایی راهی خاورمیانه شدند. به شهروندان آمریکایی هم توصیه شده فوراً عراق را ترک کنند.
با این حال کاخ سفید میگوید هدف از کشتن سلیمانی جلوگیری از درگیری نظامی بوده. دونالد ترامپ سلیمانی را تروریست شماره یک جهان خوانده و گفته او زودتر از اینها باید کشته میشد. سلیمانی قصد داشت به زودی حمله های علیه دیپلمات ها و نیروهای نظامی آمریکایی انجام دهد. ما در حین عمل او را گرفتیم و به زندگیش پایان دادیم. این اقدام ما برای جلوگیری از جنگ بود، نه شروع آن. ما به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم، اما تجاوزهای رژیم ایران در منطقه از جمله استفاده از نیروهای نیابتی برای بی‌ثبات کردن کشورهای همسایه‌اش باید فوراً متوقف شود. دست به کار شتاب زده و عجولانه این سخنان اما به نظر نمی رسد ایران را از انتقام جویی منصرف کند، انتقامی که احتمالاً متحدان واشنگتن از جمله اسرائیل را هم هدف بگیرد. احتمال اینکه اسرائیل از سوریه اطلاعات پرواز ایشون رو گرفته باشه و با آمریکایی‌ها داده باشه زیاده، بنابراین توطئه آمریکایی اسرائیلیه. پاسخ ایران هرچه باشد، تلاش حکومت در سه روز آینده نمایش تصویری مقدس از قاسم سلیمانی است. جسد او قرار است فردا به ایران بیاید و بعد از تشییع در مشهد و تهران سه‌شنبه در کرمان دفن شود. مراسمی گسترده برای پایان مهمترین چهره نظامی ایران، کسی که هوادارانش می‌پرستیدند و مخالفانش قاتل عزیزانشان می‌دانستند. میراثی از 21 سال نظامیگری که حکومت ایران امیدوار است با مرگ او به فراموشی سپرده نشود. باران عباسی، بی بی سی. یرواند ابراهامیان، مورخ و استاد دانشگاه سیتی نیویورک، از همین شهر با ما هستند. آقای ابراهامیان، شما حمله به قاسم سلیمانی و کشتن او رو یک ترور توصیف کردید و حتی کار آمریکا رو هم حرکتی تروریستی. چه دلیلی دارید؟ Well, normally in the past, if you view another country of doing کلی وقتی که کشوری میتونست چنین کاری رو بکنه، چنین حرکتی رو بکنه، شما اونها رو به سازمان ملل، به دادگاه سازمان ملل میبردید و اونها رو به عنوان تروریست علیه اونها شکایت میکردید، اقدام میکردید. اگر کشورهای دیگر میخواستن این کار بکنن، اون وقت استدلال میشد که این در واقع جهان رو دچار آنارشی و هرج و مرج میکنه. اگر ایران چنین کاری رو در برابر ایالات متحده میکرد، مطمئنم که ایالات متحده بسیار بسیار خشمگین میشد. بنابراین کاری که ایران در آینده بلند مدت خواهد کرد اینه که به اقدامات انتقام جویانه متوسل خواهد شد و البته آمریکا هم اون رو به عنوان حرکت تروریستی قلمداد خواهد کرد. چه کاری از ایران برمیاد در این شرایط؟ ایران باید خیلی مواظب باشه. من فکر نمی‌کنم که در آینده نزدیک خیلی کاری بتونه صورت بده، ولی خب این ذهنیت در بین رهبران ایران هست که به اصطلاح قانون چشم برای چشم اعتقاد دارند و در بلند مدت احتمالاً تلاش خواهند کرد که یک حمله انتقام جویانه انجام بدن، اما این لزوماً بلافاصله نخواهد بود چنین اقدامی، ولی به هر حال تلاش خواهند کرد که به اصطلاح عدالت را اجرا کنند یا انتقام بگیرند، از نظر عدالت به اون معنی انجیلی و مذهبی قضیه. در کوتاه مدت احتمالاً متمرکز خواهند شد روی سیاست و سعی خواهند کرد که از طریق سیاسی کاری کنند که نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن. اگر حکومت ایران متقاعد بشه که آمریکا جدی است در برخورد با ایران، راهی غیر از برآورده کردن خواسته های آمریکا واقعا داره؟ Oh,
اگر آمریکا بخواد که با ایران مذاکره کنه، فضای لازم رو برای مذاکره فراهم میکرد. اما از همون ابتدای دولت ترامپ، آغاز دولت ترامپ، تمام مسیرهای مذاکره رو بستن. بنابراین فکر نمی کنم که در حال حاضر فضایی برای مانور ایران، برای انعطاف پذیری ایران وجود داشته باشه. کاری که آمریکا کرده در واقع این بوده که بحران رو تشدید کنه و تنها جایگزین ایران اینه که فقط واکنش نشون بده به اعمال آمریکا. شاید به جنگ نره، ولی خب باز تنش رو اضافه کنه و خب راههای زیادی برای این کار داره ایران. مثلا چه راهی؟ یک راه مثلا اینه که در ماه فوریه خب انتخابات رو خواهیم داشت و اون وقت دست راستی های پوپولیست در انتخابات برنده خواهند شد و اگر اینطور بشه اون وقت حکومت ایران سعی خواهد کرد که فشار بیشتری رو بر آمریکا اعمال کنه. همچنین متحدان خودش رو تشویق خواهد کرد که سعی کنند از شر نیروهای آمریکایی در عراق خلاص بشن، اونها را اخراج کنند. کارهای دیگری میتونه بکنه برای اینکه حضور آمریکایی ها رو در کل خاورمیانه تضعیف کنه یا تقلیل بده. سپاه قدس تا حد زیادی متکی بوده به شخص قاسم سلیمانی. با ضربه‌ای که تشکیلات سپاه قدس خورده یا سپاه پاسداران خورده، چقدر ایران در این موقعیت هست که مثل قبل به فعالیت‌های خودش ادامه بده؟ فکر می‌کنم تا حدی درباره اهمیت آقای سلیمانی قلف شده باشه. اهمیت ایران به واسطه قاسم سلیمانی نیست. اهمیت ایران به این واسطه است که اقلیت‌هایی هستند در خاورمیانه که به ایران به عنوان محافظ خودشون نگاه می‌کنند. در یمن شیعه ها رو داریم، در بحرین داریم و در عراق. اینها الان در این خطر هستند که جهادی ها اونها رو منقرض کنند، اونها رو قلع و قمع کنند. بنابراین به ایران به عنوان یک نیروی محافظ خودشون نگاه میکنند در برابر حملاتی که متوجه اونهاست در منطقه. در نهایت شما هیچ راهی رو میبینید که زمینه برای گفتگو پیدا بشه در این شرایطی که همه میدونیم تا چه اندازه فضا پرتنش بین ایران و آمریکا؟ تا وقتی که ترامپ در بر سر قدرت باشه چنین شرایطی مهیا نخواهد شد. اگر او دوباره انتخاب بشه، شانس جنگ بسیار بیشتر خواهد بود. اما اگر او انتخاب نشه و یک دموکرات به کاخ سفید برسه، اون وقت آمریکا احتمالاً به شرایط زمان دولت اوباما باز خواهد گشت. در اون شرایط خوب مذاکره می‌کردند و با همدیگر بدبستان‌هایی داشتند، به توافق می‌تونستن برسن. قبل از دولت ترامپ کاری که دولت اوباما کرد این بود که در عمل به توافقی به ایران رسید بعد از مذاکره، و خب بسیار از مسائل حل نشدن، ولی به هر حال در مسیری بودن که احیانا در آینده حل می شدند. ممنونم از یرواند آبراهامیان، مورخ استاد دانشگاه سیتی نیویورک از شهر نیویورک ماما. عمار ملکی استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند هم از شهر لاهه با ما هستند. آقای ملکی، آقای آبراهامیان کشتن آقای سلیمانی رو ترور و خود این حرکت توسط آمریکایی ها رو هم تروریستی توصیف کردن. شما چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم در صورت آن چیزی که میتونست عدالت رو در قانون بین المللی اجرا بکنه این بودش که آقای سلیمانی رو به عنوان کسی که در هر صورت در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار داره، متهم هستش به جنایت علیه بشریت و جنایتکاری جنگی، آنچه که در سوریه ایشون نقش داشته و در دیگر نقاط دنیا، ایشون باید در صورت به دست دادگاه بین المللی کیفری سپرده می شدن و در اونجا در یک دادگاه بین المللی و علنی در حضور
کسانی که در صدد داغ دیده اعمال ایشون و گروه ایشون بودن محاکمه می‌شدن. این روشی بودش که در صورت فکر می‌کنم بسیاری از مردم و کسانی که در صد دنبال عدالت هستند می‌پسندیدند. اما اینکه حالا حرکتی که انجام شد کشتن ایشون رو ترور هست یا نیست، من فکر می‌کنم این رو هم باز باید در قالب این دیدش که فرضاً ما چه داوری به لحاظ حقوقی در مورد کشتن کسی مثل مثلا آقای ابوبکر البغدادی داریم و اون رو هم میتونیم به نوعی به کشتن آقای سلیمانی هم به نوعی بست بدیم، به دلیل اینکه اگر کسانی کشتن آقای بغدادی رو که در صورت رئیس یک گروه بنیادگرای سنی که دنبال در صورت تشکیل یک دولت اسلامی در جهان بوده فرزند اون رو ترور بدانیم، بعد میشه گفتش که آقای قاسم سلیمانی هم که رهبر یک گروهی هستن که به دنبال یک توسعه به اصطلاح سلطه گرایی این دفعه میشه گفت با قرائت شیعیش در جهان بودن یا حداقل در خاورمیانه بودن رو هم میتونیم ترور بدونیم. و اگر کشتن آقای بغدادی رو ترور نمیدونیم و چون ایشون رو در لیست تروریستی آمریکا و اروپا میدونستیم و به نوعی اقدام علیه اون رو یک حرکت ضد تروریستی میدونستیم، در مورد همین روایت و همین داوری رو میتونیم در مورد آقای سلیمانی هم داشته باشیم. در صد آقای بغدادی و آقای سلیمانی میشه گفتش که دو بال دو قرائت مختلف بنیادگرایانه از اسلام گرایی شیعه سنی و اسلام گرایی شیعی بودند و هر دوی اونها هم در لیست تروریستی اروپا و آمریکا بودند. آقای سلیمانی در قالب یک نیروی رسمی از یک حکومت قرار داشتند و از طرف دولت عراق هم دعوت شده بودند. به هر حال این مورد بحث ماست، ولی بحث ما نیست. ولی خیلی حرف از انتقام زده میشه در ایران. این سوال رو من از آقای ابراهامیان هم پرسیدم. ایران چه گزینه‌ای داره؟ چطور میتونه انتقامی بگیره اگر بخواد بگیره؟ حالا من یک توضیح در مورد اون نکته اولتونم بدم که با توجه به قطعنامه سال 2007 شورای امنیت آقای سلیمانی اساساً حق سفر نداشتند، یعنی اگر کشوری هم پذیراشون هستش اون هم به نوعی مسئله حقوق بین الملل رو باش درگیر هست. یعنی میخوام بگم اونم بحث مجزایی است که موضوع محبتی نیستش، حقوقدان ها در موردش بهتره صحبت کنند. اما در مورد انتقام خب بالاخره چیز طبیعی است، یک مقام میشه گفتش که دوم جمهوری اسلامی به لحاظ قدرت سیاسی و قدرت نظامی کشته شده. جمهوری اسلامی در صورت به لحاظ سیاسی باید حرف از انتقام و واکنش نشون بده، طرفداران ایشون در صد از این همچین چیزی رو میخوان و ضربه سنگینی بوده به لحاظ سیاسی و نظامی. اما اینکه آیا جمهوری اسلامی چه ابزارهایی برای انتقام گیری داره و چگونه میخواد این انتقام گیری انجام بده و تبعات اون رو میپذیره و تا چه حد میخواد اون رو جلو ببره، چیزی است که برای همه ما پرسش است. به نظر نمیرسه در صد اگر انتقام گیری بخواد انجام بشه و بار دیگه بخواد درگیری نظامی به شکلی بشه که نظامیان آمریکا یا شهروندان آمریکا یا در صد منافع آمریکا به شکل جدی مورد تهدید و حمله قرار بگیره، این باعث واکنش شدیدتر خواهد شد و این میتونه در صد جمهوری اسلامی در یک چرخه بسیار خطرناکی قرار بده که دیگه مسئله فقط یک درگیری نظامی ساده نخواهد بود و شاید کلیت نظام جمهوری اسلامی رو هم به نوعی با خطر مواجه کنه و از این منظر هستش که در صد باید منتظر بودید در چه سطحی جمهوری اسلامی میتونه واکنش نشون بده. فکر میکنید که کار به جایی برسه که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که غیر از برآورده کردن خواستهای آمریکا شاید چاره دیگه‌ای نداشته باشه؟ بله، به نظر میسه در صد در همین دورانی که یعنی همین چند روز دیدیم که آقای ترامپ بعد از این حمله و کشتن آقای سلیمانی توییتی می نویسه و اعلام میکنه که در صد به نوعی در مورد مذاکره حتی یک جور پوان هم به جمهوری اسلامی میده و اعلام میکنه که ایرانیان در هیچ مذاکره شکست نخوردن و در هیچ جنگی پیروز نشدن و بارها اعلام کرده که در صد آنچه که به دنبالش هست مسئله مذاکره هستش و ظاهرا هم اون چیزی که در صد آقای ترامپ همواره گفته حاضر به مذاکره بدون پیش شرط است. اما مسئله اینجاست که در صد الان مذاکره برای جمهوری اسلامی دیگه یک وضعیت بسیار میشه گفتش که تسلیم گونه ای هست با یک وضعیتی که مقام بالایی در ایران مورد هدف قرار گرفته و از بین رفته. مسئله مذاکره اگرچه شاید تنها گزینه‌ای هستش که تنش رو بالاتر نبره و جمهوری اسلامی رو با یک تهدید کلیت نظام مواجه نکنه، اما گزینه بسیار سخت و دردناکی هستش.
و البته میدونیم که جمهوری اسلامی گزینه‌های سخت و دردناکی رو قبلا هم داشته. ما میدونیم که در جنگ ایران و عراق هم نهایتاً ادعی میگن که شاید اون حمله‌ای که در صورت به منافع ایران در قبل از قبول قطعنامه شده بودش وادار کرد جمهوری اسلامی رو که تن بده به قطعنامه. باید دیدش که آیا واقعا جمهوری اسلامی به همچین جایی میرسه یا اینکه راه دیگه ای رو انتخاب خواهد کرد. از طرفی هم خب یک روی سکه این است که آمریکایی‌ها در عراق به شدت زیر فشار هستند. همین الان پایگاه‌های اونها، سفارت اونها مورد حمله قرار گرفته و تشییع جنازه‌ای که امروز در عراق دیده شد، حضور و جمعیتی که دیده شد، شاید باعث روحیه گرفتن جمهوری اسلامی هم بشه از جهاتی. درصد نکنید این مسئله ای که الان هم بسیار بهش دامن زده میشه که از آقای سلیمانی به عنوان یک شخصیت ملی و یک شخصیت حتی اسلامی یعنی در منطقه محبوب هستش اسم برده بشه، خب این یک پروپاگاندا هستش که جمهوری اسلامی سالها روش سرمایه گذاری کرده. کسانی که در اصل در دوران جنگ سوریه و مسائل منطقه رو دنبال کردن میدونن که نقش آقای سلیمانی در آن چیزی که فاجعه فعلی منطقه هستش بسیار بالا هست. شاید اگر آقای سلیمانی اراده این رو نمی‌کرد که بخواد سوریه رو به این ویرانه‌ای که امروز هست تبدیل کنه، شاید بشار اسد خیلی زودتر کنار رفته بود و سوریه در بدترین حالت به یک چیزی مثل مصر امروز تبدیل می‌شد، یک دیکتاتوری نهایتاً دیگری می‌اومد، یا حتی در بهترین حالت تبدیل به یک تونس دیگری می‌شد. اما می‌دونیم که در اصل اصرار آقای سلیمانی برای اینکه بشار اسد به قتل به نوعی به کشتار مردم دست بزنه و کشیدن پای روسیه به سوریه این نتایج رو به بار آورده، ولی در این حال می‌دونیم که اینا تلاش کردن با اون پروپاگاندایی که در مورد نقش اغراق شده آقای سلیمانی و سپاه قدس در مبارزه با داعش به نوعی در افکار عمومی در داخل ایران و در خارج ایران بفروشن و اغراقی هم که در مورد محبوبیت ایران در بنویتیشان در ایران کردن، سعی می‌کنن این مسئله رو به نوعی در جهان نشون بدن که ایشون یک شخصیت ملی بوده. اما خب واقعیتش اینه که در هر صورت این بخش پروپاگاندا هست. آنچه که اهمیت داره اینه که جمهوری اسلامی چه واکنش واقعی میخواد در برابر این اقدام انجام بده و اون تعیین کننده خواهد بود. اینکه حالا یک تشییع جنازه بسیار گسترده ای هم فرضاً برگزار بشه با آوردن کارمندان به صورت اجباری در ایران یا بالاخره نیروهایی که دارند، اینها تعیین کننده نیستش. اینها نهایتاً یک نمایشی هستش، ولی فکر میکنم مسئله دیگری هست که واکنش اصلی اونها چه خواهد بود. سپاسگزارم از عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از شهر لاهه در هلند با من. خبرهایی داشتیم مبنی بر این که تعدادی موشک کاتیوشا به اهداف آمریکایی شلیک شده. نفیسه کوهنورد خبرنگار ما موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو با من. اول از جزئیات این حمله بگو لطفا. جمال از آخریش بگم که الان منابع محلی به من گفتن که چند خمپاره به نزدیکی پایگاه آمریکایی در موسل اصابت کرده، صدای انفجار خیلی وسیع بوده. حمله دیگه در پایگاه بلد اتفاق افتاده که بخشی از نیروهای آمریکایی در اونجا هستند، در شمال این پایگاه در شمال بغداد هست. اما حمله اول امروز بعد از ظهر، بعد از اینکه تشییع جنازه تموم شد عملا از بغداد، در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد بود که محل منطقه‌ای به اسم میدان فستیواله. اگر خیلی از بیننده‌های ایرانی احتمالاً میشناسن اون جایی که دو تا شمشیر در قادسیه هست که صدام ساخته بود در به یاد بود جنگ عراق و ایران، اونجا اصابت کرده کاتیوشا بوده، موشک کاتیوشا، و یکیش احتمالاً اشتباهاً خورده به خیابان جادریه که به احتمال خیلی قوی قصد اونجا نبوده، ولی هدف همون نزدیکی خود سفارت آمریکا بوده. نیروهای آمریکایی در موقعیت دشواری قرار گرفتن با این حساب؟ قطعاً همین الانش هم اولا چشم‌ها به پارلمان هست فردا که قرار نشستی داشته باشه اگه به تعویق نیفته برای بررسی قانون اخراج نیروهای آمریکایی از عراق. همین الان سخنگوی عادل عبدالمهدی گفته که تصمیم بر اینه که فعالیت‌های آمریکا رو در عراق محدود بکنن. ناتو عملا متوقف کرده و همچنین ائتلاف علیه داعش فعالیت‌هاش رو متوقف کرده. فعلا آموزش نیروهای
عراقی رو هم به تعویق انداختن. خیلی انتظار دارن که حمله ها به پایگاهاشون بیشتر بشه. همین الان کتائب حزب الله دست خواسته از نیروهای عراقی که فاصله شون رو با نیروهای آمریکایی زیادتر بکنن از فردا و هشدار داده. از طرف دیگه شب گذشته یکی از فرماندهای کتائب حزب الله عملاً درخواست داد که نیروها به اونها بفرستن برای عملیاتی که اونها استشهادی میخونن، عملاً عملیات انتحاریه، و الان هم دستور دادن که تا جای ممکن نیروهای امنیتی عراق دیگه با آمریکایی ها رفت و آمد هم نکنن به خاطر اینکه جانشون ممکنه در خطر باشه. و به نظر میاد که کاملا دارن فضا رو سخت‌تر میکنن. اما از طرف دیگه خبرهای دیگه هم داره میرسه که یک پایگاه دیگه هشت شعبی در نزدیکی مرز سوریه و عراق هدف حمله قرار گرفته. به نظر میرسه همه شمشیرها رو از رو بستن و عراق داره به سمت اون شبه نظامیگری قبل میره. دیشب هم خبرهایی بود که گویا به یک کاروان هشت شعبی حمله شده. البته این خبرها تکذیب شد، بعد هم معلوم شد که خیلی بی اساس نبوده. احتمالاً بخشی از این قضایر آمریکایی ها از چشم و به دلیل حضور هشت شعبی میبینه. دقیقاً، برای اینکه همین الان تهدیدهایی هم که داره میشه، حالا درسته که یه سری تهدیدها از طرف ایران میشه، ولی بخش اصلی تهدیدها از گروه‌های هشت شعبی که میگن قرار انتقام ابو مهدی مهندس و قاسم سلیمانی رو در خاک عراق بگیرن. این نیروها در تمام مناطق پایگاه دارن، سلاح دارن و تجهیزات دارن. پایگاه‌هاشون خیلی نزدیک به پایگاه‌های آمریکایی هست و میدونن که میتونن این مشکل رو ایجاد بکنن. نیروهای آمریکایی از ایست بازرسی اونها عملاً عبور میکنن، اما در مقابل خودشون هم تحت خطرن به خاطر اینکه همین حمله ای که دیشب خبرهای زد و نقیض ازش اومد در نزدیکی پایگاه تاجی که گفته میشه یک پهپاد ناشناس دو خودروی متعلق به اصحاب اهل حق رو زده، وقتی اتفاق افتاد دقیقاً چند ساعت بعد از این اتفاق افتاد که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که قیس خزعلی و لیث خزعلی فرمانده های اصحاب اهل حق رو در فهرست تروریستی قرار میده. و جالبه که همه این حمله هایی هم که علیه این نیروها اتفاق افتاده بعد از این بوده که وزارت خارجه آمریکا تک تک این گروه ها رو به ترتیب در فهرست نیروهای تروریستی قرار داده که عملا راه رو برای فعالیت نیروهای آمریکایی علیه این گروه ها باز میکنه. گرچه از طرف دیگه بعضی از نیروهای ائتلاف میگن که اصولا لزوماً خود آمریکا یا نیروهای ائتلاف نقشی در این حملات ندارن و ممکنه CIA بخواد عملیات رو گسترده بکنه و همچنین اسرائیل که در این حمله علیه قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس هم گفته میشه که اطلاعات وسیع از طرف نیروهای اسرائیلی هم به آمریکایی‌ها رسیده. ممنونم از نفیسه کوهنورد. نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از زمان جنگ ایران و عراق فعال بود، ولی اسمش بعد از آن بر سر زبان‌ها افتاد که فرماندهیش به قاسم سلیمانی سپرده شد. اون که 21 سال این سمت رو بر عهده داشت، در همین دوران فرمانده کل سپاه سه بار عوض شد. وظیفه نیروی قدس کمک به پیش بردن برنامه‌های جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای ایران بود. گفته می‌شود این برنامه‌ها میلیاردها دلار هزینه داشت. شیار گل در گزارشش از نقش آقای سلیمانی در گسترش نفوذ منطقه ایران می‌گوید. آماده! رهبران حکومت ایران می‌گویند اگر با دشمنان به دور از مرزهایشان نجنگند، باید در کوچه به خیابان شهرهای ایران با آنها بجنگند. در سه دهه گذشته جمهوری اسلامی ده ها میلیارد دلار برای گسترش نفوذ خود در خاورمیانه هزینه کرده. امروز حکومت ایران از طریق عراق، سوریه و لبنان راهی زمینی را از تهران به دریای مدیترانه دارد. ایران همچنین در یمن درگیر جنگ نیابتی با ائتلاف رهبری عربستان سعودی بوده است. چرا امروز به جمهوری اسلامی پیروزی میده؟ من معتقدم این پیروزی ها روز بزرگتر به وسعتش بیشتر خواهد شد. چه امریکا، چه سعودی بخواهد کاری بود، نمیتونه کاری انجام. در دو دهه گذشته معمار سیاست های توسعه نفوذ ایران در منطقه قاسم سلیمانی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران بود. او در میان طرفدارانش در ایران و منطقه فرماندهی توانا که کابوسی برای دشمنان اسلام محسوب می شد. اما منتقدانش او را فرماندهی بی‌رحم می دانند که دستش به خون هزاران انسان بیگناه آغشته است، از عراق گرفته تا سوریه، از لبنان تا یمن. ایران نگرانی های زیادی برای جهان سنی به ایران به دنبال تصرف چاهای نفت عراق و سوریه نیست. باید پرسید پس ایران به دنبال چیست؟ چرا ایران حاضر به پرداخت این همه هزینه مثلا برای کنترل عراق است؟ هدف ایران از توسعه نفوذ خود در منطقه برای بقای رژیم است. سازماندهی، آموزش، تسلیح و حمایت مالی از شبه نظامیان شیعه منطقه به عهده قاسم سلیمانی بود. او برای سالها فرماندهی بود که در خفا فعالیت میکرد. شبه نظامیان شیعه که آموزش دیدن و مسلح شدن به سپاه قدس ایران وفادارن. حکومت ایران میخواد از اونها در آینده برای نفوذ سیاسی استفاده کنه، همان گونه که حزب الله در لبنان به یه حزب سیاسی مبدل شد. اونها از مدل حزب الله استفاده میکنن تا نهایتا دولت رو به کنترل در بیارن و به تهران جوابگو باشن، نه به دولت کشورشون. پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی، رهبران ایران نگران بودند که پس از عراق نوبت ایران خواهد بود. نیروی قدس سپاه به فرماندهی قاسم سلیمانی از گروه‌های شبه نظامی سنی و شیعه که علیه آمریکا در عراق می‌جنگیدند حمایت می‌کرد. There are weapons in Iraq that are harming US troops because of the Quds force. هنگام خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 آنجا بودم. به محض خروج نیروهای آمریکایی تصاویر رهبر ایران در میدان اصلی شهر بغداد نصب شدند. پس از شروع جنگ داخلی سوریه، قاسم سلیمانی هزاران شیعه افغان، ایرانی، عراقی و لبنانی را برای دفاع از حکومت بشار اسد در سوریه بسیج کرد. پس از موافقت‌های چشمگیر نیروهای طرفدار بشار اسد، نقش قاسم سلیمانی در مطبوعات ایران برجسته شد. او از پشت پرده بیرون آمد، در میادین جنگ عراق و سوریه ظاهر می شد. حزب الله لبنان سالهاست از طرف جمهوری اسلامی ایران حمایت مالی و نظامی می شود. شبه نظامیان این گروه هم در کنار قاسم سلیمانی در سوریه جنگیدند. رهبر حزب الله آشکارا گفته که ایران تمام هزینه های آنها را تأمین می کند. و شفاف و صادق و بيقول للعالم كله نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس. برای درک قدرت و نفوذ قاسم سلیمانی در منطقه باید به تصاویر دو سال پیش مراسم ختم پدر او در تهران نگاه کرد. بسیاری از رهبران و فرماندهان گروه‌های جهادی و شبه نظامی به تهران رفتند تا به او شخصاً تسلیت بگویند. ابو مهدی مهندس، معاون نیروی هشتی شعبی، یکی از آنها بود. در برابر مجاهدت در راه خدا وجود داره و تقدیم کردن و دست گرفتن جان در مقابل این قرار شده بهشته. قاسم سلیمانی یکی از نزدیکترین فرماندهان نظامی به آیت الله علی خامنه ای بود. سال گذشته رهبر ایران نشان ذوالفقار، بالاترین نشان نظامی این کشور را به او داد. در حالی رهبر ایران از او تقدیر کرد که میلیون ها ایرانی مخالف سیاست های ایران در منطقه هستند. اما حسین موسویان، عضو سابق شورای امنیت ملی ایران که اکنون در آمریکا زندگی می کند، حضور ایران در منطقه را برای امنیت ملی این کشور ضروری می داند. در این منطقه نیروی قدس دقیقا همتای فرمانده مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه است. اگر کسی حضور ایران در منطقه را زیر سوال می بره، درستش اینه که این سوال را مطرح کنه چرا آمریکایی ها هزاران کیلومتر اون طرف تر نیرو به منطقه ما می فرستن. ولی ما حق نداریم حضور داشته باشیم. چرا ایران در این منطقه نباشه؟ سوریه را آباد کن،
در اعتراضات چند سال گذشته این صحنه ها و این شعارها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران دیده و شنیده می شوند. بیکاری، فقر و فساد مالی نهادهای حکومتی صدها هزار نفر را به اعتراض به سیاست های جمهوری اسلامی به خیابان ها کشانده. چطور زحمت عزیز ما اینو متوجه نشده که پولای ما تو جیب چه کسایی رفته، اما به این توجه میکنه که مال ما ثروت ایرانو بفرسته به ویرانه های عراق؟ چرا ثروت ما ایران، پولایی که مال ماست، باید به عراق و لبنان و سوریه بره؟ گزارش همکارم ژیار گل بود که خودش هم اینجا به برنامه پیوسته. امروز دیوید پترایوس، جنرال دیوید پترایوس حرفای هشدار دهنده زد. اینطور به نظر میاد که سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران در حال تغییر جهت دادن به سمت درگیری مستقیم و هدایت شده و پاسخ به حرکت‌های احتمالی ایران. درسته؟ ببین، صحبتایی که آقای پترایوس کرده میشه گفت ایشون اطلاعات دقیقی داره از وضعیت کنونی یا حداقل چه در مثلا مغز ژنرال های آمریکایی میگذره. فراموش نکنه ایشون فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق بود در زمان جنگ و همچنین رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بود و ایشون خیلی خوب هم آقای سلیمانی رو میشناسه. حتی شنیده شد در اون موقع در سال 2007 و اینا با هم مسج پیام میدادن، با هم صحبت میکردن و حتی یک جا آقای سلیمانی به ایشون میگه اگه میخوای درباره عراق با ایران صحبت کنید فقط تو باید با من صحبت کنید. این چیز نقل قولی بوده که از آقای پتروس کردن. به همین جد آقای پتروس معتقد هستش این عملیاتی که انجام شده، یعنی کشتن قاسم سلیمانی، چیزی نبوده که امروز فقط در زمان این دولت، دولت آقای ترامپ مطرح شده باشه. در دوران دو رئیس جمهور قبلی هم مطرح شده بود. در زمان جورج بوش، همون جوری که در گزارش دیدید، جورج بوش اون موقع گفت سپاه قدس در کشتن نیروهای آمریکایی نقش داره، همچنین در زمان باراک اوباما. اما به نظر میرسه این بار این ژنرال های آمریکایی بودن، افسران اطلاعاتی بودن که ایشون رو رصد کردن و ظاهرا این گزینه رو روی میز آقای ترامپ گذاشتن که ایشون هم با اون موافقت کرده. آقای پتروس میگه اگه این نقشه قطعا با نقشه قبلی، با تدارکات قبلی انجام شده و نیروهای آمریکایی این آمادگی رو دارن که با تبعات این حمله و کشتن قاسم سلیمانی برخورد بکنن، ایشون گفته که نیروهای آمریکایی در هوا، در زمین تقویت شدن و اینها انتظار دارن و آمادگی دارن که اگه به اونا حمله شد جواب بدن. ولی خب تحلیل‌های زیادی هم حاکی از اینه که یک درگیری گسترده در منطقه چیزی نیست که آمریکا میخواد، خصوصا در آستانه انتخابات. ممکنه که بازنده اون دست کم در قسمتی از ماجرا آقای ترامپ باشه و موقعیت انتخاباتی او. قطعا این اگه به درگیری منتهی بشه و تعداد زیادی از سربازان آمریکایی کشته بشن، این میتونه ضربه بزنه به وجهه ترامپ در میان طرفدارانش، در افکار عمومی آمریکا. اما فراموش نکنیم از طرف دیگر هم ایران هم مشکلات داخلی زیادی داره. آقای پتروس هم در این مصاحبه به اون اشاره میکنه، گفته ایران از لحاظ مثلا مشروعیت در داخل خود کشور خودش هم رهبران ایران مشکل دارن، چرا که یک ماه گذشته تظاهرات گسترده ای بود، گزارش ها از کشته شدن صدها نفر صحبت میکنن. همچنین ایران هم مشکل داره. و فراموش نکنیم جمال، عراقی که ما میگیم مثلا هشت شعبی علیه آمریکا است، این دلیلی نمیشه که تمام گروه های مختلف عراقی هم فکر همراه این گروه های هشت شعبی علیه آمریکا هستن. ما گروه های متفاوتی در عراق داریم که منافع متفاوتی از گروه های شیعه در عراق دارن و به صورت سنتی از حضور ایران، از فعالیت‌های ایران در این کشور خوشنود نیستن. به همین جهت فراموش نکنیم اگه اتفاقی بیفته در عراق، ممکنه آمریکایی‌ها هم از گروه‌های حمایت بکنن که اونا
بتونن علیه طرف گروه های طرفدار ایران حمایت کنند. در نهایت میشه گفت اگه جنگی صورت بگیره، اگه این جنگ مستقیم نباشه اما جنگ نیابتی گروه های طرفدار ایران و گروه های طرفدار آمریکا باشه، بازنده اصلی مردم عراق خواهند بود. چرا که در یکی دو روز گذشته که خبر کشته شدن قاسم سلیمانی منتشر شده، خیلی از مهندسان و کسانی که تکنسین هایی که در صنعت نفت عراق کار میکنن، که خیلی از اونها از کشورهای غربی بودن، اونها کشور رو ترک کردن و این میتونه ضربه مهلکی به اقتصاد عراق، که به صنعت نفت عراق که شریان اصلی اقتصاد این کشور، وارد بکنه. ممنونم از ژیار گل. رافائلو پنتوچی، پژوهشگر تروریسم و ضد تروریسم از مؤسسه پژوهش‌های دفاعی سلطنتی از لندن، با ماست. آقای پنتوچی، اول می‌خواستم از شما بپرسم که آیا این که یک باره قاسم سلیمانی در دام نیروهای آمریکایی افتاد، ماحصل یک اشتباه بوده، ماحصل یک بی‌احتیاطی از طرف خود او بوده؟ فکر میکنم که روشنه که او خیلی احساس راحتی و اعتماد به نفس میکرد که بتونه به این آسونی و به این راحتی در عراق در روز روشن در بغداد در یک خودروی عمومی دولتی سفر کنه در کنار بزرگترین عالی رتبه ترین مقام های عراق. ولی خب با توجه به شرایطی که در گذشته از او دیده بودیم، تصاویر رو در سوریه، در کشورهای دیگر، در روسیه حتی دیده بودیم که کلا عادت نداشت که به صورت مخفی و رازآمیز مرموز حرکت کنه. خیلی در چشم انظار عمومی بود، در انظار عمومی بود و شاید خب این اتفاق که به هر حال در بغداد حرکات او لو رفت میتونست یک شوکی باشه برای خود او، همونطور که برای دیگران هم شوکه کننده بود. یکی از میهمانان برنامه ما میگفت که در مورد نقش و جایگاه قاسم سلیمانی بزرگ نمایی رسانه ای شده. آیا او فردی بود که تا این اندازه‌ای که تصور میشه مؤثر بود و نقش داشت؟ فکر میکنم که خب خیلی روشنه که او یک شخصیت نمادین و با اهمیت بود از این نظر. اگر نگاه کنیم در تهران مثلا، در خیلی جای دیگر، چه تصویری از او ترسیم کرده بودند، یک جور تصویر قلوامیز و خداگونه از او ساخته بودند. و خب اگر به مثلا طرفداران او در شبکه‌های اجتماعی نگاه کنید و میبینید که تصویری که از خودش ارائه کرده بود در شبکه‌های اجتماعی تا چند اندازه بود. حالا اینکه آیا این متناسب با خود اون فعالیت‌هایی بود که واقعا داشت انجام میداد، تردیدی نیست که خب تا یک مقدار اغراق درش بود. اما با وجود این، با این وجود باید گفتش که به هر حال شخصیت مهمی بود، یک رهبر، یک فرمانده عالی رتبه بود در ایران، در سپاه پاسداران ایران و در عملیات ایران در داخل و خارج ایران برای مدت طولانی نقش بزرگی داشت. بنابراین دست کم هم نباید بگیریمش. در نهایت سوال مهم اینه که حالا حذف کردن او چه معنایی برای نظام ایران، برای سپاه پاسداران و برای نیروی قدس خواهد داشت. اونجاست که جایی که شاید این اغراق دیده بشه و حس بشه اینه که بعضی وقتا این فرد اگر مرکز یک به اصطلاح شبکه تار عنکبوتی باشه، اگر رأس یک هرمی باشه، وقتی که اون فرد رو برداریم از اونجا، اون وقت کل اون ساختار فرو می پاشه. بنابراین شاید این تحلیل که اغراق درش هست، شاید اینجا دیده بشه. در نهایت فکر میکنم سیستم همچنان به فعالیت خودش ادامه خواهد داد در آینده، ولی باید ببینیم. آقای پنتوچی، چندین نفر از مخالفان سرسخت آمریکا در کشورهای مختلف با هواپیماهای بدون سرنشین پهپادها کشته شدن. انور اولقی در یمن مثلا، ملا منصور یکی از رهبران طالبان در پاکستان، الان هم آقای سلیمانی در عراق. تا چه اندازه رهبران هشت شعبی یا شماری از فرماندهان سپاه بعد از این حادثه احساس امنیت میکنند؟ I
فکر میکنم این حمله به طور مشخص واقعا تمام محاسبات همه رو تغییر خواهد داد، چون تا این زمان تا الان کسانی که رهبر گروه هایی بودند، گروه های که با شبکه های تروریستی نزدیک بودند، ممکن بود که شبکه هایی باشند که با بعضی از دولت ها روابطی مخفی یا نه چندان مخفی داشته باشند، خب اون وضعش فرق میکرد. اما اینجا کسی کشته شده که یک شخصیت به صورت آشکار یک فرد دارای مقام رسمی بوده و مقام حکومتی داشته، بنابراین این محاسبات رو عوض خواهد کرد از اینجا به بعد. اینکه ایالات متحده حاضر هست و قادر هست که چنین نیروی رو نه فقط بر علیه نیروهای غیر حکومتی، دشمنان غیر حکومتی خودش به کار ببره، بلکه میخواد رهبرانی، فرماندهانی از نیروهای حکومتی در مقامهای رسمی کشورها رو هدف قرار بده، خب این حس امنیت این هدفهای بالقوه رو عوض میکنه، نه فقط برای دشمنان آمریکا بلکه در سطح جهانی. خیلی از اشخاص دیگر میتونه که حالا از این بعد باید این رو در نظر بگیرن. کشورهای دیگری هم ممکنه که این رو یک رویه برای خودشون قرار بدن. ممنونم از رافائل پنتوچی، پژوهشگر تروریسم و ضد تروریسم از مؤسسه پژوهش‌های دفاعی سلطنتی از لندن با ما. گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس و نوشته برای مرگ قاسم سلیمانی عزاداری کردند. بعضی دیگر از کاربران هم که نه حامی سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند و نه برانداز، از کشته شدن قاسم سلیمانی خوشنود شدند. این عزاداری و آن شادمانی باعث شده تا بعضی از کاربران تاخت و تازی در فضای مجازی راه بیندازند. فرین تغیزاده که شبکه‌های اجتماعی رو مرور کرده اینجا با من، از این رو در رویی و از این تقابل مجازی بگو برام. باید بگم که از دیروز شروع کنم، وقتی که خبر کشته شدن آقای سلیمانی منتشر شد در خبرگزاری ها، واکنش شما شاهدش بودیم در شبکه‌های اجتماعی، در توییتر و اینستاگرام و حتی تلگرام پیام هایی که ما دریافت کردیم، واکنش اولیه از طرف گروهی بود که عمدتا میشه اونها رو نه از حامیان جمهوری اسلامی دونست و نه اینکه برانداز هستن. اونها، برخی از اونها، ابراز خوشحالی و شادمانی میکردن از این اتفاق. بعد چند ساعت بعد کم کم پست های اینستاگرام تغییر کرد و از گروه دیگه‌ای که جزء همین گروه به حساب میان از نظر کاربران فضای شبکه‌های اجتماعی، دیدیم که عکس ها و مطالبی در مورد اینکه چقدر این اتفاق بد بوده سوگواری کردن برای آقای قاسم سلیمانی در اینستاگرام عمدتا منتشر شد. وقتی که این گروه رفتار همدیگر رو تو شبکه‌های اجتماعی دیدن، از همدیگه به نوعی شوکه شدن، چه اون بیشتر اونهایی که شادمان شده بودن از اونهایی که فکر می‌کردن شبیه خودشون هستن، از دوست خودشون هستن یا از اقوام خودشون هستن، ولی همچین پستی منتشر کرده بودن در روی اینستاگرامشون، گلایه کردن به نوعی و اومدن باز روی اینستاگرام خودشون نوشتن که چطور شما آبان 98 رو فراموش کردین و دارین برای آقای قاسم سلیمانی سوگواری مجازی و عزاداری مجازی راه میندازین. بحثی که به راه افتاد این بود که چطور ما میتونیم از همدیگه بپذیریم نظرهای مختلف همدیگه رو. بعدش همچین مطلبی هم به عنوان تحلیل‌ها منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که تحمل پذیرش همدیگه رو چقدر داریم. بحث دیگه‌ای که عنوان شد بحث سندرم استکهلم هستش که به میزان رابطه عاطفی که بین گروگانگیر و گروگان به وجود میاد، که حالا اگه کسی علاقه‌مند باشه میتونه بره در وبسایت بی بی سی فارسی و تمام این واکنش‌ها و سندرم استکهلم رو بخونه. مطلبی منتشر کردیم به این عنوان. نظر مخاطبانمون رو در مورد این رفتاری که تو شبکه‌های اجتماعی به وجود اومده بود از دو سه روز گذشته و از دیروز مشخصا پرسیدیم. چند تا از اونها نظرشون رو برای ما فرستادن، با هم دیگه ببینیم و بشنویم. من بیشتر از 17 ساله که توی کشور غربی زندگی کردم. به نظر من سلیمانی حقشی نبود. سلیمانی خیلی کارا برای ایران کرده، برای حفظ ایران خیلی خیلی تلاش کرد، با داعش جنگید، با طالبان، با همه اینا، و من واقعا متاسفم. این سیندروم استکهلم نیست، این قدردانی از آدمیه که خیلی تلاش برای مملکتش کرد، برای ما ایرانیا کرد. این مملکت بیشتر از 40 ساله در تعرض دشمنان هست، برای اینکه این مملکت از بین بره. خیلی ها میخوان، خیلی گروگای رو گرسنه نشستن خارج از ایران و میخوان ایران ما رو تیکه تیکه کنن و هر تیکش رو ببرن. متاسفانه بخشی از مردم ایران دچار یک تناقض بزرگ هستن، به طوری که سیستم جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای رو مسئول اتفاقاتی که داخل ایران افتاده میدونن و از اون به عنوان یک دیکتاتوری یاد میکنن،
اما امروز عزادار قاسم سلیمانی هستند که دست راست همون دیکتاتور هست و ازش به عنوان قهرمان ملی یاد میکنن، در حالی که قطع به یقین دست راست یک دیکتاتور نمیتونه خط مشی و خط فکری متفاوتی نسبت به اون داشته باشه. مشکل آزادی، مشکلات معیشتی، آزادی بیان و تمام این مسائل، مسائل داخلی هستن و باید در داخل این کشور هم حل بشن. اما مسئله که الان پیش اومده یک مسئله خارجی هست. یک ایرانی به دست نیروهای غیر ایرانی کشته شده. وطن پرستی ما، وطن دوستی ما این اجازه رو نمیده که بخوایم توی این مسائل طرفداری اون غیر ایرانیه رو بکنیم. میگن خب قاسم سلیمانی مشکلی با ما نداشته که رفته کارهای خودش رو انجام داده و برای سرکوب دخالتی نداشته، فلان نداشته، ولی در کل متوجه این قضیه نیستن که شکل کلی حکومت رو تشکیل داده دیگه. ما از وقتی که از حکومت ناراضی هستیم، از کل اون حکومت ناراضی هستیم، از کسی که سیاست‌های این حکومت رو داره جلو میبره ناراضی هستیم، پس نباید جوگیر بشیم. تعجب آوره برام ایرانی‌هایی که از آمریکا تشکر میکنن. من نمیفهمم آمریکا اون برای دنیا چی کار میکنه. اگر ما حق نداریم کشور همسایه‌مون بریم، من به قول شما این کار آقای سلیمانی اونجا چیکار میکرده، یه نفر به من توضیح بده که آمریکا اونجا چیکار میکرده. قاسم سلیمانی آریو برزن نبوده توی ایران و هیچ موقع هم نمیتونست باشه. قاسم سلیمانی به نظر من یه سرباز خیلی معمولی بوده و حالا به هر دلیلی بزرگ شدنش به جا نبوده و از بزرگ شدن اسمش منافع برای هر دو طرف وجود داشته. واکنش مردم واکنش احساسیه، اونم به خاطر تبلیغاتی که زبان به زبان گشته و اگه بخوان مردم درست فکر کنن چنین فردی نه باید ازش متنفر بود نه باید ازش حمایت کرد. نظرات شماری از کاربرانی بود که با ما تماس گرفته بودند و حرفای خودشون رو مطرح کردن. ممنونم از همکارم فرن تقی‌زاده. و اما کشتن بلند پایه ترین فرمانده نظامی ایران بزرگترین تنش میان واشنگتن و تهران در چند دهه اخیر محسوب میشه. در داخل ایران تقریبا همه احزاب و گروه های سیاسی این اقدام رو محکوم کردند، ولی در آمریکا اختلاف نظر زیاد است. مقام های کاخ سفید، بسیاری از جمهوری خواهان و عده ای از دموکرات ها از اصل تصمیم دونالد ترامپ حمایت کردند، ولی عده ای از سیاستمداران به ویژه دموکرات ها به نحوه اجرای این طرح انتقاد کردند و اون رو مایه دردسر بیشتر برای آمریکا دانستند. مهدی بگی در گزارشش نگاهی کرده به واکنش این سیاستمدارها به مرگ قاسم سلیمانی در آمریکا. مجلس سنای آمریکا، سناتورهای خوشحال یا برآشفته؟ سراسیمه جمع شدند تا در مورد یکی از ناگهانی ترین اقدامات دولت دونالد ترامپ صحبت کنند. کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه و شماری از فرماندهان هشت و شعبی در عراق. به نظر بیشترشان از اصل موضوع راضی‌اند. طرح‌های سلیمانی و کارگزارانش صدها نظامی آمریکایی را در عراق و افغانستان کشت. او شخصاً بر تروریسم دولتی نظارت داشت که ایران برای کشتن پسرها و دخترهای ما استفاده کرده. بعضی در عین رضایت به نحوه برنامه ریزی این عملیات و اجرای آن انتقاد دارند. دیشب آمریکا عملیات نظامی را اجرا کرد که برای کشتن ژنرال قاسم سلیمانی، تروریست بدنام، طراحی شده بود. هیچ کس نباید برای مرگش اشک بریزه. عملیات علیه سلیمانی اجرا شده، اگرچه بدون مجوز ویژه و اطلاع قبلی و مشورت با کنگره. من عضو گروه 8 نفره‌ایم که معمولاً قبل از عملیاتی در این سطح باهاش مشورت میشه، اما این بار نشد. آقای شومر معتقد است رئیس جمهوری آمریکا اختیار لازم برای جنگ با ایران را ندارد و اگر برای افزایش نیروها و یا مخاصمه طولانی مدت طرحی دارد باید از کنگره و مردم آمریکا تأییدیه بگیرد. کریس مورفی سناتور دموکرات اما پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی را بسیار شدید می‌داند. حدس من اینه که کشتن قاسم سلیمانی آسیب بزرگی به پرسنل، مردم و منافع آمریکا می‌رسونه. این معادل اینه که ایرانی‌ها وزیر دفاع آمریکا رو بکشن.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است نوامبر سال میلادی جاری برگزار شود. بعضی از رقبای آقای ترامپ از منتقدان اصلی او در کشتن فرمانده نیروی قدس سپاه ایران هستند. این افزایش تنشی خطرناکه که ما را به یک جنگ فاجعه بار در خاورمیانه نزدیک میکنه. ممکنه هزینش جانهای بیشمار و میلیاردها دلار بیشتر باشه و به مرگ و میر، درگیری و آوارگی های بیشتری در یک منطقه بسیار بی‌ثبات جهان منجر بشه. رقبای دیگر آقای ترامپ این تصمیم او را بدون برنامه ریزی خواندند و گفتند که در مورد سیاست کلی تر آقای ترامپ در مورد ایران تردید دارند. دونالد ترامپ حدود 8 سال پیش از سیاست به اعتقاد او جنگ طلبانه باراک اوباما انتقاد کرده بود و آن را صرفاً راهی برای پیشبرد مقاصد انتخاباتی دانسته بود. رئیس جمهوری ما با ایران وارد جنگ میشه چون او هیچ توانایی برای مذاکره نداره. او ضعیف و ناکارآمده. تنها راهی که فکر میکنه باهاش میتونه دوباره انتخاب بشه در حضور شما میگم شروع جنگ با ایرانه. کشتن قاسم سلیمانی، موضوعی که سالها ذهن فرماندهان ارشد آمریکایی و سیاستمداران این کشور را به خود مشغول کرده بود. اقدامی که نگرانی از تبعاتش مانع از انجام آن شده بود. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در پی جنگ با ایران نیست. هرچند مقام‌های ایران کشتن قاسم سلیمانی را اعلان جنگ نامیدند. واکنش ایران هرچه باشد ممکن است هم بر آرایش نظامی خاورمیانه و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه و هم بر انتخابات پیش روی آمریکا تأثیر قابل توجهی داشته باشد. مهدی بیگی، بی بی سی. تازه ترین خبرها حاکی از اینه که به پایگاهی در موصل، پایگاهی آمریکایی حمله شده، پایگاهی آمریکایی در بلد در شمال بغداد هم همینطور و حمله به محدوده سفارت آمریکا در بغداد گزارش شده. تا اینجا از تلفات جانی خبری منتشر نشده. بیشتر این حمله ها حمله های توسط موشک های کاتیوشا بوده. میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید bbcpersian.com و همینطور ما سعی میکنیم که تازه ترین ها رو در رادیو و تلویزیون فارسی بی بی سی با شما در میان بگذاریم. ممنونم از همراهی شما با برنامه 60 دقیقه.